تازه بچه ها به اوتا هم اضافه شد و کار رو تازه شروع کردیم. این زبان جلسه رو تو کلی تیم دور هم دیگه و با نفر کامل تمرین کردیم و شروع رامانه یه اردو خوب داریم توی ترکیه تازه دیگه داریم و خودمون 100% تا جام زمینی بیشتر هم داریم. چقدر حسرت میخوری که بازی اول از دست بسایید؟ خب حتا انقدر بزرگ این حسرت که اصلا نمیتونم بیانش کنم، ولی امیدوارم که چه بازی اول چه تو کل مسابقات جام جهانی تیممون سربلند باشه. الان شرایط خودت چطوره؟ به حال فکر می‌کنی تیم ملی واقعا بتونه تو این چند وقت تمرین کرده بتونه نتایج خوبی کسب بکنه و اصلا شرایط مهیا بود تا به امروز برای تیم ملی؟ خب شرایط که اونو به نظر من خب طبیعیه که روش بخواد بفهمش اومد بپرسیم، ولی یکم که ما میدونیم که کل تیم ملی مفاداتش دیر اضافه شده. من دیروز گفتم همونطور گفتم یه جلسه تمرین کردیم و اینکه خب خیلی کارو سخت کرده بود بچه‌هامون، همه از سفر اومده بودن خسته بودن، ولی خب میگم اردو داریم و باید آماده بشیم برای بازی جام جهانی و 100% برای پرچم و سربلندی ایران بازیکنامون اضافه شدن، همه آخر فصل هستش تو مسافرت و اینا بودن، تازه دور هم جمع شدیم. فکر کنم این دومین جلسه تمرینی بود که کل بازیکنا کنار هم بودن. 100% شرایط خیلی بهتر خواهد شد و با تمام توان برای مسابقات جام جهانی تو این یک ماهی که فاصله هست 100% با تمام توان وارد مسابقات بشیم. انتظارات از انتظارات مردم از شما زیاده؟ خب طبیعتا ما نتایجی که تیم ملی کسب کرده 100% همینطور هستش. تیم اول آسیا 100% مردم توقعشون خیلی زیاده. تو گروه خیلی سختی هستیم، ولی مطمئن باشید 100% همه توانمون رو میذاریم تو این بازی ها که شرمنده هوادارامون نشیم و شرمنده این لطفی که همیشه هوادارا به ما داشتن نشیم و دلشون شاد. برنامه ها خوب بوده برای این والا تا الان خوب خدا شکر خوب بوده. الان ما چند تا بازی دوستانه خوب دیگه هم داریم در پیش رو و ترکیه و همچنین اردوی که زود کردیم بار راهی مسابقات جام جهانی میشیم تو روسیه هستش. بکنم هم بازی های خوب هستش هم شرایط لازم هستش. علی رغم این خوب میتونست تایم بیشتری باشه که مثل جام جهانی قبل کادر فنی بازیکن‌ها رو در اختیار داشته باشه تا بهتر آماده سازی بشه برای جام جهانی، ولی خب خدا رو شکر فقط توی یه ماه میتونیم شرایط رو بهتر کنیم. آیا انصاری فعالا از بیرون که آقای محمدی داره هوادارا فضا تیم ملی ما شاد به نظر نمیشه برخلاف خودتون چرا میذارید؟ اصلا شما من گفتم دیروز همه بچه‌ها دیروز پیروز همه تازه رسیدن، خب خستگی فصل هستش، فشارهای روانی باشگاه‌هایی که خب همه بازیکن‌ها تو اون تیم‌ها بودن هستش و 100% تیم ملی اون اتحادش رو هیچ مقدس نمیده و شرایط خیلی بهتر. استرس مثبت فکر میکنم، چون که قطعا گروهمون گروه سختیه، ولی قطعا تیم ملی هم آماده هستش که به امید خدا اون بهترین شرایط و بیشتر آمادگی تو جام جهانی حضور پیدا کنیم. میدونیم کار سخته، ولی قطعا تیم ملی هم کیفیت خودشو داره و قطعا اون اعتماد به نفس و اون پیشبینی کادر فنی کرده میتونه خیلی به ما کمک کنه که انشالله حضور خیلی خوب جام جهانی داشته باشیم. انتظارات اون بالا باشه از تیم ملی یا همون انتظارات معمولی باشه؟ ببینید فکر کنم باید واقع بین باشیم، چون که گروهمون گروه خیلی سختیه.
ولی همونجوری که گفتم تیم ملی ایران میره با تمام قواش تمام تلاش کنه. تک تک بچه‌ها کادر فنی واقعا یک دل هستیم که به امید خدا میتونیم از پرچم ایران دفاع کنیم و قطعا نمیریم اونجا که فقط برای اینکه بازی رو انجام بدیم، میریم اونجا که قطعا قدرت فوتبال ایران رو نشون بدیم. بازی خیلی سختیه ولی محک خوبیه و میگم برای مردم خیلی جذاب هستش، همین برای خوشحال کردن مردم تمام تلاش رو میکنیم. حالا شما اعتقاد داشتین که این تیم سال آخر تو این بازی میخوایم باشون مقابله کنیم؟ خب فکر میکنم این تیم که ما شاید قهرمان امیدهای آسیا هستیم و کیفیت داشت و من فکر میکنم تو بعضی صحنه ها از تیمه یکشون بهتر بازی میکردن. صحبت که با بچه ها رو بیرون میکردیم و تیم خوبی بود، تو کنم محکی خیلی خوب بود.